به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم تا این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط همراهی می‌کنین. خب بالاخره 22 بهمن هم گذشت و اونی که برانداز جماعت منتظرش بودن و تا همین دیروز هم امید داشتن اتفاق نیفتاد و جوری قهوه‌ای شدن که به عمرشون همچین چیزی ندیده بودن. بله دوستان، دیروز 22 بهمن برابر با 45 سالگرد پیروزی انقلاب به قدری با شکوه برگزار شد که خودی و غریبه، دوست و دشمن شگفت زده شدن. این جمعیت دیگه جشن پیروزی انقلاب نیست دوستان، خود انقلابه. احتمالاً از این دست تصاویر دیروز و امروز زیاد دیدین، هرچند که هرچه بیشتر این تصاویر منتشر بشه دشمن بیشتر فشاری و سرخورده میشه، ولی ما تو سرخط مثل همیشه یه سری تصاویر ناب براتون در نظر گرفتیم. اول از همه این کلیپ پرفشار رو ببینیم از انبوهی از دستاوردهای دفاعی در میدان آزادی تهران. حالا اینو ببینیم. این تصویر رو خبرنگار SNN اختصاصی منتشر کرده با این کپشن: این پرچم مرز میان حق و باطل است. 22 بهمن امسال به یاد غریب به 200 شهید حزب الله که برای صاحب این پرچم رفتند و باز نگشتند، برای آقا سید علی، برای رسیدن به پر شال سبز یوسف زهرا، نقطه صفر مرزی میان لبنان و اراضی اشغالی زیر سایه پرچم جمهوری اسلامی ایران. به نظرم این جمله آخری خود داستانه. یه تصویر ناب دیگه هم ببینیم که من واقعا اشکم با این تصویر در اومد. با کپسول و ماسک اکسیژن اومده بود راهپیمایی. حالا فهمیدی انقلاب ما چطور 45 ساله شده دوست برانداز من؟ نمیخوای تو افکارت یه تجدید نظری بکنی؟ اینم ببینیم طنز خونتون نیفته. خانوم ها، آقایان، یک بار دیگه برای بار سوم تظاهرات رسمی پادشاهی خواهان روبروی سفارت جمهوری اسلامی. بفرمایید. حالا فهمیدید چرا با رضا پهلوی مخالفیم؟ ما با این آدم مخالفیم، تعارف هم نداریم، برای که آمار ما رو رسون به صفر. این یه فاجعه است، باید خون گریه کرد. داخل لام از سب، زنش اون رو آدم حساب نمیکنه. شما چقدر ببخشین گاوین که افتادید دنبال چاهزاده. یعنی تو این 45 سال بهتون اثبات نشد آبی از این و دار و دستش گرم نمیشه و تمام هدفشون اینه که کرواتی های مثل شما رو تیغ بزنن. و اما میرسیم به ارباب این جماعت توهین‌مغز که ساعتی پیش توییت 45 سالگی رو هم زد و قهوه‌ای شدنش کامل شد. خودتون اگه دوست داشتین ویدیو رو نگه دارین و بخونین، اگرم نمیخواین به اعداد توجه داشته باشین. در حالی که اینا اینجوری دارن فشار میخورن، ماریا زاخاروا از طرف دولت روسیه این روز رو به ایران و مردمش تبریک گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت امسال 45 سالگرد انقلاب در 1979 یا 1357 است. ما صمیمانه به دوستانمان تبریک میگوییم. ما در راستای رهنمودهای رهبران کشورهایمان در حال ایجاد مشارکت راهبردی هستیم. مسکو و تهران از نزدیک رویکردهای خود را در چارچوب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ می‌کنند و در حال متحد کردن نیروها برای ایجاد یک نظم جهانی جدید و عادلانه هستند. نظرتون رو در مورد این جمله آخری حتما برامون کامنت کنین. اما در مورد ارباب براندازان اسرائیل که دیشب به احتمال خیلی زیاد با دستور اربابش آمریکا به رفح به طور بی سابقه حمله کرد. رژیم اسرائیل بامداد امروز دوشنبه بی سابقه ترین حملات خود به شهر و منطقه رفح واقع در جنوب نوار غزه را انجام داد که تاکنون 100 شهید و صدها زخمی بر جای گذاشته است. وبسایت عبری والای رژیم صهیونیستی مدعی شد که حملات بامدادی امروز حملات فریب بوده که هدف از اون آزاد کردن دو اسیر صهیونیست از مرکز رفح بود و این حملات باعث شد که توجه ها به این عملیات مشترک
مشترک ارتش و شاباک متمرکز نشود و دو اسیر ادعایی سالم آزاد شوند. باراک راوید خبرنگار صهیونیست مدعی است که در این عملیات نظامیان صهیونیست 3 نفر از افراد مسلحی را که از این دو اسیر محافظت می‌کردند در طبقه دوم ساختمان شهید کرده و اسرا را با بالگرد به داخل اراضی اشغالی منتقل کردند. هنوز صحت ادعای صهیونیست‌ها رو نمیشه تایید کرد دوستان، ولی این احتمال وجود داره که در صورت تایید این ادعا ارتش اسرائیل با این حمله بی سابقه به رفح که بیش از 1.5 میلیون جمعیت داره میخواد بهانه و چراغ سبزی واسه حمله به این منطقه مهم و حیاتی داشته باشه. منطقه‌ای که آمریکا صراحتاً درباره حمله به اون هشدار داد و گفت موافق نیست و اون رو تایید نمی‌کنه. به عبارتی رژیم اسرائیل با نشون دادن عملیات آزادی این دو اسیر میخوان هم افکار عمومی داخلی و هم افکار عمومی جهانی رو تحت تاثیر قرار بدن و بگن اسرایی که ما طی 128 روز نتونستیم 1 نفر از اونها رو زنده پیدا کنیم نه در شمال و مرکز غزه بلکه در جنوب غزه هستن، که خود همین موضوع هم یه شکست اطلاعاتی محسوب میشه. از طرفی هم شخص نتانیاهو که منافع سیاسی و حتی آینده سیاسیش در گروه طوفانی شدن جنگ هست، بهانه لازم برای حمله به متراکم ترین نقطه غزه از نظر تعداد جمعیت رو فراهم کنه. این حملات در حالی صورت میگیره که مصر و چند کشور دیگه هم تهدید کرده بودن که در صورت حمله به رفح آماده جنگ با رژیم صهیونیستی خواهند بود. فعلا که حتی یه بیانیه هم ندیدیم. مقاومت فلسطینی حماس اما در واکنش به این حمله که تمام کشته شده ها غیر نظامی هستند، طی بیانیه اعلام کرد دولت آمریکا و رئیس جمهور بایدن شخصا مسئولیت کامل این قتل عام را با دولت اشغالگر بر عهده دارند، زیرا دیروز به نتانیاهو چراغ سبز نشان دادند. ما از اتحادیه کشورهای عربی، سازمان همکاری اسلامی و شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان بی‌دفاع در نوار غزه اقدام فوری و جدی انجام دهند. دولت نتانیاهو و ارتش او تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری را نادیده می‌گیرند. در این مورد که بارها صحبت کردیم دیگه. همزمان با این حمله از مرزهای لبنان هم خبر رسیده که لشکر زرهی دو طرف روبروی همدیگه سفارایی کردند و منتظر دستورند. ارتش اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد تصمیم گرفتیم لشکر 36 زرهی را از غزه به مرز با لبنان منتقل کنیم. لبنان هم دست رو دست نذاشته و مقامات لبنانی از استقرار تیپ زرهی لبنان در مرز با اسرائیل خبر دادند. همونطور که گفتم این قسمت منتظر یه جرقه هست تا یه جنگ اساسی و بزرگ دیگه اتفاق بیفته. فعلا که همه منتظر حماس و تصمیماتشون در مورد آتش بس هستن، ما هم منتظر میمونیم تا ببینیم بالاخره چه اتفاقی میفته. همزمان یمن هم خیلی آهسته و پیوسته به فعالیت‌هاش داره ادامه میده. مرکز تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیش از وقوع یک حادثه در حدود 40 مایل دریایی یا 74 کیلومتری جنوب المخا در یمن خبر دادن. مرکز تجارت دریایی بریتانیا از اصابت 2 موشک به یک کشتی در تنگه باب المندب خبر داد. گزارش شده که خدمه سالمن و کشتی هم در حال حرکت به سمت بندر بعدی هست. این خبر در حالی منتشر شد که همین الان یحیی سری پته همشون رو ریخت رو آب و طی بیانیه اعلام کرد نیروی دریایی ما کشتی استار آیرس آمریکایی را با چند موشک دریایی هدف قرار داده و موشک‌ها به دقت به هدف اصابت کردند. یحیی سری گفت نیروهای مسلح یمن هرگز در انجام عملیات بیشتر در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی علیه برادرانمان در غزه و نیز پاسخ به تجاوزات آمریکا و انگلیس به کشورمان تردید نخواهند کرد. اینکه چه آسیبی به این کشتی وارد شده هنوز جزئیاتی منتشر نشده و آمریکا هم چیزی نگفته. به محض اطلاعات بیشتر شما را هم در جریان قرار خواهیم داد. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.